ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. با سلام، برنامه این هفته زیر آسمان پاریس رو تماما به یک گزارش اختصاص دادم به دلایلی که خواهید دید. انتشارات ناکجا در پاریس، یک مؤسسه فرهنگی که البته در سراسر جهان می توانید از طریق اینترنت کتابهایی رو که یا منتشر میکنه یا در اختیار داره بخرید، و در کنار این کار جلسات فرهنگی هست، سخنرانی، تئاتر، کنسرت که به موقع به اون هم خواهم پرداخت، اگرچه در گذشته چندین بار این کار رو کردیم. چند هفته پیش رضا جعفری و سپیده شکری با اقتباس از یکی از کتاب‌های ژان کوکتو اثری رو به وجود آوردن. کتابی است که به حالت نمایشنامه و حمید رضا جاودان با کارگردانی با سپیده شکری و همینطور مسعود جاهد نوازنده نی برنامه رو به وجود آوردن که تا چند لحظه دیگر خواهید دید. دلیل اینکه تمام این برنامه به این موضوع اختصاص داده شده، محتوای این نمایشنامه است که نمیشد با چند دقیقه از اون گذشت. و خبر دیگر اینکه اگر مایل هستید و حتما به شما توصیه میکنم کامل اون رو ببینید، در این نشانی در سایت تلویزیون ایران فردا در بخش از هر دری سخنی هم تمام نمایشنامه رو میتونید ببینید، هم پرسش و پاسخی که با حضور تماشاچیان انجام گرفت که اون هم جای توجه داره. نمایشنامه است از ژان کوکتو با عنوان کودکان عجیب، که در این ترجمه عنوان اون رو گذاشتن کودکان تاریکی که ذهن و باور امروز رو بیشتر میتونه نشون بده. سلام به همگی، خیلی خیلی خوش اومدین. می‌بینم که عده خیلی زیادی تشریف آوردن، باعث افتخاره. خیلی خوشحالیم که توی برنامه ناکجا شرکت می‌کنین، همراهی می‌کنین. امروز خوشحالیم که کتاب آقای رضا جعفری و سپیده شکری کودکان تاریکی رو بهتون معرفی می‌کنیم، که یه نمایشنامه است که توسط آقای حمید رضا جاودان و سپیده شکری عزیز برگزار میشه، یه قسمتایی ازش، و به همراهی نینوازی آقای مسعود جاهد. و همینطور این کتاب توسط نشر فروغ چاپ شده. در آخر سر شما میتونید سوالات خودتون رو از بازیگرا و نویسنده سوال کنید، و اگر دوست داشتین کتابو تهیه کنین تشریف میارین انتهای سالن، و اینکه میتونین امضا هم داشته باشین. Mm-hmm.
که شعله هاش از گور شیطان زبونه میکشه، با تن پوشی زیبا میرخصه و آروم چون ماری میخزه تا ژرفای وجود آدمی، و اونجا رنج و اندوه و نفرت به بار میاره. نمیاره؟ شاید، اما برای من که اینطور بود. باری شخصیت های این داستان که خود منم یکی از اونا باشم، به نام پل، شاید همه جا باشن، در کنار شما، در میانمون، همه جا، و گاه بیون که ببینیمشون تو زندگیمون جاری میشن و دگرگونمون میکنن. تو این داستان همه چیز با پرتاب یه گوله برفی تو زنگ تفریح مدرسه به سوی من آغاز میشه، ولی نه هر گلوله برفی، نه، یه گلوله برفی که میونش یه سنگ پر از عشق و نفرت. پرتاب این گلوله به وجود من انگار تیر خلاص بود و من تنها صدای آژیر آمبولانس رو در راه بیمارستان میشنیدم. و سپس و میرفتم که بمیرم، اما نویسنده مایل به مرگ من نبود، برای اینکه میگفت اگه بمیری خب هنوز داستان شروع نشده، تموم میشه. درست مثل هملت که پیش از مردن به یار دیرینش هورشیو میگه که هممون مردیم تو این داستان، تو نمیر. میگه برای چی؟ میگه برای اینکه یکی باید بمونه که قصه ما رو تعریف کنه. حالا میرم سر داستان. معرفی میکنم. خواهرم. اسم خودشو گذاشته پاندورا. گمگشته ای در دهلیزها و کوچه پس کوچه های اسطوره های یونان، پنهان در متافورها و استعاره ها. برادر عزیزم پل. من خودم قبلا معرفی کردم، تو خودتو معرفی کن. پاندورا، همونی که هفایستوس دانا تنش رو از خاک رس به وجود آورد، آفرودیت دل رو با بهش زیبایی داد، هرمس بهش زیرکی آموخت، آتنا لباس زیبا بر تنش کرد و زوس خدای خدایان المپ به او زندگانی بخشید. پاندورا، زنی که به سراغ صندوق طلایی زوس رفت، درش را گشود و حسد
دزدی، نیرنگ، دروغ، همه زشتی هایی که تو دنیا بود رو تو اون زندانی کرد. اما امید رو از اون آزاد ساخت. زندونیش کرد. بچه چرا گفتی آزادش کرد؟ زندونیش کرد. دیدی؟ امید رو برای انقدر غرق متافورها، انقدر غرق اسطوره هستی که یو تو این کوچه پس کوچه ها خودتو گم میکنی. ببین، تو امید رو توی صندوقچه زندانی کردی، درسته؟ امید رو زندونی کردم، قایمش کردی توی این صندوق برای روز مبادا، واسه بچه هایی که تو اعماق به دنیا میان، کودکان تاریکی. باز چت شده؟ زخم و زیلی هم که شدی. با دوستان برفازی میکردم، لیز خوردم. من باید از مادر مریضمون پرستاری کنم، اون وقت تو میری با بچه ها برف بازی؟ قول میدم دوباره ژرار ابله این بلا رو سرت آورده. نه باور کن، اون تقصیری نداشت. حالا کی باید ازت پرستاری کنه؟ من؟ چرا مثل چوب خوش وایسادی و حرف نمیزنی؟ پاندورای مهربان من. من نه پاندورای تو هستم نه مهربون. فکر میکنی از رابطه عجیبت با ژرار بیخبرم؟ حالا خودت باید از خودت پرستاری کنی. مگه من توی خونه کلفت شماها؟ من هیچ نیازی به کمک تو ندارم. بوی گند میدی پسرک احمق. راحتم بذار. میرم آب گرم بیارم پاهاتو بشوری. پدرم رو به ندرت تو خونه می دیدیم. اون یهو 3-4 ماه گم می شد بدون اینکه محل اقامتش رو به ما اطلاع بده. تو تمام مدتی که خونه نبود، مادرم مثل یه بیمار روانی با ما رفتار می کرد. بی هیچ بهونه ای ما رو به باد فحش و کتک می گرفت و بعد اون به الکل پناه می برد و من و خواهرم به یک دیگه. این زندگی هر روز ما بود تا اینکه پدرم به خونه برمیگشت. اون وقت مادرم مثل یه بره رام میشد و مثل یک برده در خدمتش بود. او مرد جذاب و هوس بازی بود و میدونست که مادرم دیوانه وار عاشقشه. دو روز اول برگشتش همه چیز به آرومی میگذشت. اون دوتا تمام روز اول رو تو اتاق خواب میگذروندند و مثل دو گرگ تو فصل بهار عشق بازی میکردن و روز بعد بیرمخ تو تخت خواب میافتادن. حتی غذاشون هم پاندورای بیچاره آماده میکرد و براشون میبرد. ما میدونستیم که روز سوم خونمون جهنم میشه. پدرم شروع میکرد به بهانه گرفتن و اگه مادرم اعتراضی میکرد تهدیدش میکرد که خودش رو میکشه. یادم میاد پدرم اوائل با من و پاندورا خیلی مهربون بود. یادم میاد وقتی بچه بودیم من رو روشونه هاش میشوند و کنار رودخونه میبرد. شاید همینا باعث شد که مادرم به من حسادت کنه، به بچه ای که از پوست و گوشت خودش به وجود آمده. اون وقت برای هر مسئله کوچیکی به پدرم گیر میداد و باهاش جر و بحث راه مینداخت. پدرم بعد از مدتی کاملا عوض شد. دیگه به من و پاندورا اهمیتی نمیداد. تموم روز رو بیرون از خونه میگذروند و شب مست و پاتیل برمیگشت. یه روز صبح که از خواب بیدار شدم دیگه اون رفته بود و جاش واسه همیشه خالی موند. مادرم چرا از من متنفره نمیدونم. بارها فکر کردم شاید به این دلیلی که من و پدرم مثل یک سیب هستیم که از وسط به دو نیم شدیم. بعد از مدتی مادرم دچار بیماری عصبی شد. پاهاش کاملا از حرکت افتاد و الانم پاندورا ازش مراقبت میکنه. پول آخه عزیزم، مثل یه بچه خوابیده. وای صورتشو، این صورت پدرمون میمونه.
وقتی مادرم دچار جنون میشد ما رو به باد کتک میگرفت. اون زمان تنها پناه هم کتاب بود و پل. ما دوتا مثل دوتا گنجیشک شبها کنار هم میخوابیدیم، پچ پچ میکردیم و من در آغوش گرمش به خواب میرفتم. نمیدونم اگه پل نبود چطور میتونستم به زندگیم ادامه بدم. وای اگه پل بمیره. پل عزیزم، عزیزم پل. چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ درد دارم. ترسیده بودم. از چی؟ احساس کردم ضربان قلب تند شده. هزیون میگفتی بدن داغه، فکر کنم تب داشته باشی. چی میگفتم تو خواب؟ اینکه دارژلوس تو رو کتک میزد و بهش التماس میزدی نزن نزن. دروغ میگی؟ نه، کابوس میدیدی، باید استراحت کنی. میخوای از قرصهای آرام بخش مادر برات بیارم؟ میخوای منم مثل اون دیوونه کنی لعنتی؟ چرا خوابی که دیدم یادم نمیاد؟ از ژرار خبر نداری؟ تو به فکر همه هستی به جز من. شب و روز از مادرمون پرستاری میکنم، غذا براش میپزم، ظرف شاشش رو خالی میکنم، حالا باید از جنابالی پرستاری کنم. ولی من برات مهم نیستم، فقط دارژلوس، فقط ژرار. کی زخمیت کرد؟ کسی منو زخمی نکرد. مطمئن؟ تو برفا لیز خوردم همین. مطمئنم دارژلوس کتکت زده. چرا نگو؟ از هر دو نفرشون متنفرم. ژرار و دارژلوس این بلا رو سرت آوردن. گفتم حرف بی خود نزن. به هر حال مدتی از دست هر دوتاشون راحتیم. منظورتو نمیفهمم. این فاصله گرفتن از اونا برات لازمه؟ اعصابمو به هم میریزی، از دستت خسته شدم. تا خوب بشم از این خونه لعنتی میرم. فعلا چند ماهی باید مهمون این خونه باشی. چرت و پرت نگو، بارگام شو. شکستگی دنده ها جدی، بدبخت. ممکنه به ریه ها آسیب زده باشه، برا همین تا اون موقع نمیتونی بری دبیرستان. دروغ میگی، باور نمیکنم. اگه حرفام رو قبول نداری میتونی خودت به دکتر زنگ بزنی. حالم که کمی بهتر بشه از این خونه جهنمی میرم. حالا خیلی کار داره تا خوب بشی. حالم اصلا خوب نیست پاندورا، سرم گیج میره، کمکم کن. چرا من باید همیشه تو این خونه به همه کمک کنم؟ به دارژلوس و ژرار جونت بگو بهت کمک کنن. گریه نکن کوچولوی من. میترسم پاندورا، درونم مثل یه کوه آتشفشان ملتهبه، دلم شور میزنه. آی یادم رفت قرصای مادر رو بهش بدم. مدت ها گذشت و پل باقی داستان رو تعریف میکنه. من پس از اون جراحت توی مدرسه ترک تحصیل کردم. الان چند سال از اون واقعه گذشته و مادر از دنیا رفته. حالا من نقش ژرار، دوست بچگیم رو بازی میکنم که حالا دیگه بزرگ شده و برگشته تو شهر. همون پسرکی که عاشق من بود. ولی خب من دارژلوس رو دوست داشتم، هم کلاسی دیگه‌ام رو. ژرار هیچی تغییر نکرده، همه چی کهنه‌تر شده.